ایمان آوردن به تقدیر. برای ایمان ارکان هاست که آن درست نمیگردد مگر با آن ارکان ها. از جمله آنها ایمان آوردن به تقدیر. تقدیر الهی به هر چیزی است که در این کائنات رخ میدهد و آن موافق آن چیزی است که بیشتر آن را میدانست و همه آن با حکمت او تعالی است. و برای ایمان آوردن به تقدیر الهی درجه هاست. از جمله آن درجه ها یکم ایمان آوردن به علم ازلی الله سبحانه و تعالی که علم او همه چیز را احاطه کرده است و الله سبحانه و تعالی آن چیزی که نبود و حاضر است و می شود آن را کاملا و با تفصیل می داند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرموده است که البته الله تعالی همه چیز را می داند. پس از جهل و نادانی علم او کامل نمی گردد و بعد دانستن او فراموش نمی کند. دوم ایمان آوردن به کتابت، یعنی ایمان می آوریم که الله سبحانه و تعالی همه تقدیر مخلوقات را با علم خود در لوح محفوظ نوشته است. پس همه آن چیزی که در این کائنات تا روز قیامت که در حرکت است و یا در حرکت نیست در نزد الله سبحانه و تعالی نوشته شده است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و هر چیزی را در کتاب ظاهر یعنی در لوح محفوظ فرا گرفتیم. سوره یاسین آیه 12. و در حدیث آمده است که هر آینه اولین چیزی که الله سبحانه و تعالی خلق کرد این قلم بود. بس به او گفت اون چیزی که تا ابد در این کائنات میگذرد بنویس. سوم از ایمان به تقدیر ایمان به اراده و خواست. پس ما ایمان می آوریم که آن چیزی که در این کائنات می شود آن همه با اراده و خواستی الله سبحانه و تعالی است. پس آن چیزی که می خواهد می شود و آن چیزی که نمی خواهد نمی شود. آن کاری که می کند با کمال حکمتش و پادشاهی او است. پرسیده نمی شود لیکن آنها پرسیده می شوند. چهارم از ایمان به تقدیر ایمان آوردن به ایجاد کردن و آفریدن. پس ما ایمان می آوریم که البته الله سبحانه و تعالی خالق همه چیز هاست. غیر از او تعالی خلق کننده و یا پروردگار نیست و البته به غیر از او تعالی همه مخلوق هستند. پس او آفرنده همه عامل و عملهای آنهاست و هم آفرنده جنبنده و حرکتهای آنهاست. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود الله آفرنده هر چیز است و او به هر چیز نگهبان است. سوره زمر آیه 62. هر شخصی که ایمان به تقدیر دارد توکل به الله سبحانه و تعالی کرده به سوی او پناه میبرد. پس همه خیر در نزد الله سبحانه و تعالی است. هر شخصی که ایمان به تقدیر دارد سبب هایی که مشروع است پیروی آن سبب ها می شود، زیرا آن همه از تقدیر است. پس ترک کردن سبب ها ناقصی در عقل است و توکل کردن به سبب ها ناقصی در توحید است. و هر شخصی که به تقدیر ایمان دارد پس او نفسش آرام است و در وقت مصیبت ها ثابت است، زیرا می داند که آن تقدیر شده است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود هیچ مصیبتی در زمین و در جان شما نمی رسد مگر پیش از آن که آن مصیبت را بیافرینیم. در کتاب نوشته شده است به درستی که این بر الله سبحانه و تعالی آسان است. تا بر آن چی از دست شما رفته است اندوه نخورید و تا به آن چی شما را عطا کرده است شادمان نشوید و الله هر تکبر کننده خود ستاینده را دوست نمی دارد. سوره حدید آیه 22 و 23.